آقای رجبی، حسن نصرالله این بار با لحن تندتری نسبت به قبل صحبت کرده و برخلاف دفعه قبل از حمایت نظامی و مالی جمهوری اسلامی از گروه‌های فلسطینی گفته. دلیل این تغییر لحن چیه به باور شما؟ سلام خدمت شما و همه مردم ایران. دلیلش اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی از او خواسته که این کار انجام بده. گفتیم که حتما میدونیم که حزب الله فرق میکنه با گروه‌های نیابتی دیگه، او خود جمهوری اسلامیه، حتما جمهوری اسلامی ازش خواسته. دلیلش هم اینه، جمهوری اسلامی گمان میکنه که بذری رو که کاشته در این سالها در کشورهای مختلف به چیزی به نام محور مقاومت، الان وقت میوه چیدنشه، وقت استفاده از اونه تا خودش رو به عنوان یک طرف درگیری نشون بده که تسلط داره روی این گروه ها، تا بخواد از دنیا امتیازاتی رو بگیره. حسن نصرالله داره به گونه ای از طرف جمهوری اسلامی این رو میگه که جمهوری اسلامی دریه که اگر مثلا دنیا میخواد با این گروه ها صحبت بکنه باید از اون بچه. قسمت دیگه ای هم که او داره به سوریه هم اشاره میکنه، حرفی رو که جوامع عرب دارن میزنن که این سالها جمهوری اسلامی با تجارت به نام مسئله فلسطین و قضیه فلسطین اومد و در کشورهای مختلف دخالت کرد، نیروی نیابتی درست کرد و امروز که داره میاد حداقل به اون شعارها و تهدیدات خودش عمل نکرده. الان نصرالله اشاره کردنش به این موضوع میخواهد که از طرف جمهوری اسلامی این پیام رو بخواد بده که حزب الله هنوز و هنوز و گروه‌های دیگه مطیع سخت جمهوری اسلامی هستن و اون حرفایی که بعضی هم میگفتن شاید جمهوری اسلامی تسلط کاملی روی این گروه ها نداره، او داره میگه که نه، این تسلط وجود داره و اوست که همه این گروه ها رو اداره میکنه. نصرالله از عملیات نظامی حزب الله هم گفت و تلاش کرد تا نشون بده که به تدریج در حال گسترش میدان جنگ با اسرائیل. برنامه حزب الله لبنان برای ادامه این جنگ چیه؟ نصرالله همون روش جمهوری اسلامی رو داره میره جلو، یعنی میخواهد که به اهداف زیادی برسه، به چیزهای زیادی رو از این بحران به دست بیاره، ولی کمترین هزینه رو از جیب خودش و از جیب کشورهای دیگه، گروه های دیگه بده. تو حرفای نصرالله دیدیم بسیار تاکید کرد رو قصه یمن، وجود یمن، دخالت یمن، نیروهای یمنی و نیروهای عراقی. حرفای نصرالله اگر ما برگردیم به اون حرفای قبلش که گفته بود به غزه ربط داره و داریم میبینیم که او داره میگه به تدریج، در حالی که در غزه داره اتفاقات به سرعت پیش میره، اسرائیل در خیابونهای غزه وجود داره، حرفهای نصرالله عموما داره این پیام میده که لبنان و حزب الله آمادگی یک جنگ تمام عیار رو ندارن و اون تدریجی که اون داره اشاره بهش میکنه چیزی بیشتر از کارهایی که تا الان کردن نخواهد بود، ولی در مقابل هم داره این پیام رو میده که احتمالاً شاهد بیشتر شدن حملات توسط گروه‌های نیابتی در عراق، در سوریه و یمن خواهیم بود. جمع‌بندی صحبت‌های نصرالله این گفت این صحنه رو میتونه با ما بده که حزب الله داره این پیام میده که اصلاً آماده جنگ نیست، اصلاً نمیخواد وارد جنگ بشه، ولی از اون سمت نگران این هستن که این شعله آتش به جمهوری اسلامی بکشه، به خود حزب الله بکشه. ممنونم از شما آقای رجایی، متأسفانه وقتمون به پایان رسید. جابر رجایی، فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما بودید.